سرخط خبرها. جهش شدید آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران. وزیر بهداشت میگوید شدت سرایت و خطر ویروس بیشتر شده. واکنش تند چین به اصرار آمریکا بر ادامه تحریم تسلیحاتی ایران. پکن موضع کاخ سفید را توجیه ناپذیر و مداخله جویانه خواند. تحقیق از مؤسسات اسلامی در فرانسه. در پی قتل معلم تاریخ، پلیس ده‌ها محل را تفتیش و بعضی از آنها را تعطیل می‌کند. و پژوهشی درباره امکان بهبود زوال عقل با شنا در آب سرد. سلام، عصرتون بخیر. شمار درگذشتگان بر اثر ابتلا به کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت امروز رکورد شکسته و به 337 نفر در یک شبانه روز رسیده، رقمی بی سابقه. این در حالی است که مقام های وزارت بهداشت اذعان کردند که آمار واقعی بسیار بیشتر از این آمار رسمی است. معاون تحقیقات وزارت بهداشت ایران گفته که آمار واقعی جانباختگان و مبتلایان تقریباً 2.5 برابر آماری است که اعلام می شود. دکتر رضا ملکزاده گفته دلیل این اختلاف آماری دقیق نبودن آزمایش های تشخیص کرونا است. وزیر بهداشت هم می گوید که شدت سرایت ویروس بیشتر شده و حتی ممکن است قدرت بیماریزایی آن با جهش ویروس افزایش یافته باشد. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 337 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 30712 رسیده است. در روزهای اخیر با افزایش بی سابقه موارد مرگ و میر ناشی از بیماری روبرو هستیم. وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش میزان استفاده از ماسک و همچنین بروز رفتارهای اجتماعی خطرآفرین در هفته‌های گذشته بوده است. سیما سادات لاری بود، سخنگوی وزارت بهداشت ایران. دکتر مازیار صدری، پزشک و متخصص بیماری‌های واگیر از لندن، با ماست. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. رقم در حال افزایش، در حالی که شاید انتظار می‌رفت با افزایش آگاهی و رعایت کردن بیشتر عموم مردم شاهد کاهش آمار قربانیان باشیم. درود بر شما. حتی تا حدی این مسئله پیشبینی میشد. شما در رابطه با مرگ و میری که ناشی از یک بیماری مثل کووید 19 هست، دو تا مسئله رو بایستی در نظر داشته باشیم. یک مسئله این هستش که چقدر تخت‌های بیمارستانی پر هستند و چقدر ما میتونیم با یک ویروس و یک بیماری جدی مقابله کنیم. امروز بر اساس آمار ما 4700، بیش از 4700 بیمار در بخش‌های ICU ایران بستری داریم که خب خیلی تعداد بالایی است. و اگر که میپرسید چرا ما این تعداد مرگ و میر داشتیم، ما موقعی که فعالیت‌های اجتماعی مثل مدارس و فعالیت‌های مذهبی رو آزاد کردیم، حدود 3900 بیمار در تخت‌های ICU کشور داشتیم، یعنی با یک پرسنل بسیار خسته و ظرفیت پر ICU مواجه بودیم که توان مقابله بیشتر رو نداشت و این مسلماً میزان مرگ و میر رو خواهد بالا خواهد برد. علاوه بر اون یه مطلبی هست به اسم وایرال لود، یعنی مقدار ویروسی که تلقیح می‌شود به افراد در میتواند در شدت بیماری نقش داشته باشد، که من معتقدم خب علی‌رغم که بسیاری از مردم عزیز ایران خیلی خوب رعایت میکنند این مسائل رو، تعدادی هم بودند که در خیلی از مراسم شرکت کردند و جاهای مختلف بدون هیچ گونه پوشش و ماسکی، و خب اینها با بیماری رو با مقدار خیلی بالا، با لود بالا به دیگران تزریق کردند. مسئله دیگری که ما در ایران ببینیم که چرا، شاید این سوال پیش بیاد که چرا مرگ و میر ما بیشتر از خیلی جاهاست. ببینید، ما ویروس کرونا ثابت شده هست که اگر با مقدار مختصر مردم در به قول معرض ویروس قرار بگیرند، این ویروس به مرور ایجاد ایمنی خواهد کرد. شاید شاهد این مدعایم باشه که ما در کشوری مثل تایلند با مثلا 69 میلیون جمعیت فقط 59
مرگ و میر داشتیم، به خاطر اینکه اینها انقدر به چین نزدیک بودن، بسیاری از این ویروس های کرونا در اونها به صورت بومی بوده وجود داشته است. که همینجور تو مالزی ما 190 مرگ و میر داشتیم تا حالا، و کره جنوبی 400 تا، و بیشترینشون ژاپن با 126 میلیون جمعیت 1600 نفر. این هستش که ما چون یک کشور توریستی نیستیم، یک ویروس جدیدی بوده که وارد کشور ما شده، و یه چنین ویروسی چون مردم برخورد نداشتن متاسفانه خیلی زایات بالایی داشتیم، و اگر که اون فعالیت ها رو محدود نکنیم و به ظرفیت به تخت های بیمارستانی خودمون توجه نکنیم، متاسفانه این مشکل تا حدی ادامه خواهد داشت. متشکرم دکتر مازیار صدری. در حالی که کمبود انسولین در ایران در روزهای گذشته موجی از اعتراض ایجاد کرده، یک مقام اتاق بازرگانی از قاچاق این داروی حیاتی بیماران دیابتی به خارج از کشور خبر داده. محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران، گفته که کمبود انسولین به خاطر خروج غیرقانونی آن از ایران است، اما به مقصد آن اشاره نکرده. اظهارات او با گفته‌های رئیس سازمان غذا و داروی ایران تضاد دارد که گفته بود دلیل کمبود انسولین قلمی در ایران تحریم بانکی این کشور است. فرن تقی‌زاده از لندن با ماست و بررسی کرده واکنش ها رو. فرن، میبینیم که در فضای مجازی بسیاری از ایرانیان از کمبود انسولین خبر میدن. بله، از پری روز تقریبا میتونم بگم که هشتگ انسولین نیست داغ شده و بسیاری از کاربران چه تجربه خودشون اگه انسولین مصرف میکنن و دچار دیابت هستند مینویسن، و چه اگر افرادی رو از نزدیکانشون رو از اعضای خانوادهشون دارن و درگیر پیدا کردن انسولین نیستن، هم اونها هم تجربه هاشون به اشتراک گذاشتن. شاید از معدود دفعاتی باشه که اینقدر میزان حجم تجربه در توییتر فارسی میبینیم نسبت به اینکه در گذشته اگه خبر و اتفاقی میافتاد حجم تحلیل ها بالا بود. در مورد صحبت های مقامات ایران هم که صحبت ها زد و نقیض هست، تا دیروز میتونم بگم که بیشتر صحبت هایی که میشد این هست که به دلیل تحریم ها وزارت بهداشت نتونسته ارز کافی رو تامین کنه و سازمان غذا و دارو نتونسته این ارز رو به شرکت های خارجی بده تا این که بتونه انسولین رو مورد نیاز رو دریافت کنه. اما صحبت های عضو اتاق بازرگانی تهران امروز یک چیز دیگه رو داره نشون میده، به خاطر اینکه با جزئیات گفته که 1.5 برابر انسولین مورد نیاز کشور طبق هر سال وارد ایران شده، ولی خب به دلایلی قاچاق شده یا به طرق غیرقانونی از ایران خارج شده. همین واکنش های زد و نقیص رو مخاطبان و همینطور کاربران در توییتر میبینن و بحث هایی رو ایجاد کرده. کسانی هستن که حالا دستبندی بتونم بکنم که طرفداران حکومت هستن، همچنان روی تحریم های علیه ایران پافشاری میکنن و میخوان پررنگ کنن این نکته رو که به دلیل تحریم های ایران هستش که دارو و واردات دارو هم تحریم شده و برای همین هستش که الان انسولین در ایران وجود نداره، و دارن میگن که خب باید بریم به نوعی درخواست کنیم صدور قطعنامه بشه در شورای امنیت سازمان ملل علیه آمریکا، به خاطر اینکه به نوعی داره کشتار در ایران رو رقم میزنه. از طرف دیگه خیلی ها به این نکته دارن اعتراض میکنن و میگن که نه، اصلا ربطی به این ماجراها، ربطی به تحریم های علیه ایران نداره و سوء مدیر مدیریت داخلی ایران و فسادی هستش که درون ایران گسترده شده و برای همین هستش که نمیتونن این داستان رو مدیریت کنن و انسولین به اندازه کافی به دست مردم برسه. یه سری بحث پزشکی هم باز به میون اومده که رئیس انجمن دیابت ایران مطرح کرده، موضوع تولید انسولین داخلی رو به میون آورده و گفته که کیفیت انسولین ایرانی هم به اون حدی هستش که بخوان دیابتی ها مصرف کنن، ولی خب این یک موضوع بسیار پزشکی هستش، همینطوری افراد نمیتونن انسولینشون یا حتی دوز مصرفیشون رو تغییر بدن. حتی یک سوال و جوابی در توییتر بین یه فردی که نوشته بود که به آقای جهانپور از اعضای وزارت بهداشت ایران نوشته بود که من پدرم نتونسته انسولین مورد نیازش رو پیدا کنه، باید چی کار کنیم؟ و اگه انسولین دیگه یا مصرف کنه قند خونش به شدت کاهش پیدا میکنه، که آقای جهانپور نوشته که خب دوز مصرفش رو بیاره پایین. که این هم خب به نظر میاد که با انتقادهای زیادی داره روبرو میشه، به خاطر اینکه همینطوری نمیشه توصیه پزشکی کرد و افراد که دوز مصرفتون رو پایین تر بیارید یا ورزش کنید، حرکت کنید که اون قند بدنتون درصدش پایین بشه که نیاز به انسولین کمتری داشته باشیم. تمام نکات بهداشتی هست. ممنونم فرنه تقی‌زاده.
با سفر یک هیئت اوکراینی به تهران، دور دوم گفتگوها درباره هواپیمای ساقط شده اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران آغاز شده. معاون وزارت خارجه اوکراین گفته که آن کشور به دنبال جزئیات کامل و مو به موی آن چیزی است که اتفاق افتاده. او همچنین گفته که تعیین میزان غرامت به جزئیات بستگی دارد. این هواپیمای مسافربری اوایل زمستان پارسال، دقایقی بعد از آنکه از فرودگاه امام خمینی تهران برخاست، با شلیک دو موشک سپاه سرنگون شد و همه 176 سرنشینش جان باختند. مقام‌های ایران پس از 3 روز مسئولیت سانحه را پذیرفتند و گفتند که به اشتباه به طرف آن شلیک شد. یکی از وکلای علیرضا علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، از تایید حکم 8 سال زندان برای او در دادگاه تجدید نظر خبر داد. سعید دهقان در توییتر نوشته که در مرحله تجدید نظر به اعتراض آنها توجهی نشده. علیرضا علی نژاد، نویسنده و ویراستار، مهر ماه سال گذشته در خانه اش دستگیر شد. او به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. مسیح علی نژاد، فعال سیاسی، میگوید که برادرش بیگناه است و تنها برای تنبیه خانم علی نژاد به خاطر فعالیت‌هایش با او چنین برخورد کردند. چین با اصرار آمریکا مبنی بر ادامه تحریم تسلیحاتی ایران مخالفت کرد. وزارت خارجه چین موضع آمریکا را اساساً غیرقابل توجیه توصیف کرد و واشنگتن را متهم کرد که در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کند. آمریکا می‌گوید قطعنامه‌های تحریم ایران که پیش از برجام در شورای امنیت تصویب شده بودند لازم الاجرا هستند. اما ایران می‌گوید که بر اساس قطعنامه 2231 که بعد از برجام تصویب شد، از دیروز تحریم تسلیحاتی ایران به پایان رسیده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. یک روز بعد از اینکه ایران اعلام کرد تحریم تسلیحاتی به پایان رسیده، مهمترین حمایت بین المللی از تهران در اینجا رقم خورد. کنفرانس خبری ژائو لیجان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، که به تندی به موضع آمریکا در قبال ایران واکنش نشان داد و آن را دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر خواند. اختلاف فعلی بر سر جزئیات قطعنامه 2231 شورای امنیت و ادعای آمریکا مبنی بر فعال کردن گزینه ماشه است. بر اساس این قطعنامه از دیروز تحریم تسلیحاتی ایران به پایان رسیده. اما آمریکا میگوید که چون گزینه ماشه را فعال کرده، قطعنامه‌های پیشین تحریم ایران از جمله قطعنامه‌های مرتبط با تحریم تسلیحاتی همچنان لازم الاجرا هستند و هیچ کشوری نباید به ایران سلاح بفروشد. موضعی که دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به این شکل در توییتر به آن واکنش نشان داد. هیچ کشوری که خواهان خاورمیانه‌ای صلح‌آمیز باشد به ایران تسلیحات نمی‌فروشد. ایران هر اسلحه‌ای را که بخرد برای پیشبرد تندروی‌هایش به کار می‌گیرد. ما با استفاده از اختیارات داخلی خودمان اشخاص یا سازمان‌هایی را که به فروش سلاح به ایران کمک کنند تحریم خواهیم کرد. حالا چین که خود می‌تواند یکی از فروشندگان تسلیحات مورد نیاز به ایران باشد، میگوید که این حرفای طرف آمریکایی اساساً غیر قابل توجیه هستند. اما آیا با وضعیت فعلی و اصرار آمریکا چین همچنان حاضر است به ایران سلاح بفروشد؟ سیاست صادرات تسلیحاتی ما و عملکردمان در این زمینه به خوبی مسئولیت پذیری ما را نشان می‌دهد. برعکس، این آمریکاست که به دست فروش تسلیحات در همه جای دنیا تبدیل شده و از تجارت اسلحه برای اهداف ژئوپلیتیک بهره میبرد و به شکل علنی در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت میکنند. رسانه‌های رسمی و مقام‌های عالی رتبه ایرانی در 24 ساعت اخیر با مسئله پایان تحریم تسلیحاتی به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک برخورد کردند. این یکی از آخرین واکنش‌هاست. اهمیت دفاع برای همه روشن‌تر شد. امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، در این برنامه تلویزیونی میگوید نه فقط خرید سلاح، که حتی فروش سلاح هم از جمله اهداف استراتژیک حکومت ایران در سال‌های پیش روست. اولاً به لحاظ دفاعی قدرتمند باشیم، خود اتکا باشیم و ثانیاً کمک کنیم به کشورهایی که می‌خواهند از تمامیت ارضی خودشون، میخواهند از موجودیت خودشون دفاع بکنن، که صلح مراقبت بشه، که صلح حفاظت بشه، که صلح در واقع تو جامعه بماند، ثبات بماند. تحریم تسلیحاتی که در نهایت به تضعیف قدرت نظامی منجر می شود، از جمله نگرانی های اصلی سران حکومت ایران است و در منطقه با حمایت کشورهایی مانند اسرائیل روبروست.
کشورهایی که میگویند قدرت نظامی جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت آنها محسوب میشود. کیوان حسینی، بی بی سی. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دومین روز سفرش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگو کرد. در این دیدار آقای روحانی گفت که ایران از روند صلح افغانستان با حفظ دستاوردهای مردم این کشور حمایت می‌کند. او صلح در افغانستان را به نفع صلح و ثبات در منطقه خواند و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها در این راستا نتیجه بدهد. آقای عبدالله برای جلب حمایت کشورهای همسایه افغانستان از روند صلح پیشتر هم به هند و پاکستان سفر کرده بود. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، بیشتر از جزئیات دیدارهای امروز و دستاوردهای این سفر بگو. خب این دومین روزی بود که آقای عبدالله در ایران به سر می برد. آنطوری که گفته شده ملاقاتهای آقای عبدالله با مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران گرم بوده، از جمله امروز با آقای حسن روحانی صحبت کرده، دیدار داشته. بر اساس گزارش ها آقای روحانی تأکیدی کرده بر آن چیزی که طی سالهای گذشته ایران بر او پافشاری میکرده و میگفته، و اینکه صلح و امنیت در افغانستان به نفع ایران است و ایران از هر نوع اقدامی که در راستای صلح افغانستان صورت بگیره حمایت میکنه. اشاره کرده آقای روحانی همچنین به کمک های ایران در زمان گسترش ویروس کرونا و گفته که به افغانستان کمک کرده ایران و همچنین به کمک های در زمینه صلح افغانستان همچنان ادامه میتن. موضوع دیگری که آقای عبدالله به او اشاره کرده و گفت خواهان کمک ایران در مسئله صلح افغانستان شده و همچنین گفته که روندی که فعلا جریان داره روند صلح افغانستان به سود منطقه است. سفر آقای عبدالله همونطور اشاره کرده یک سفر منطقه است. قبل از او به پاکستان بود، بعد از او به هند بود، یعنی به کشورهای سفر کرده آقای عبدالله که به نحوی در مسئله صلح و جنگ افغانستان دخیل هستند، به ویژه مسئله پاکستان، به ویژه ایران. ایران روابطی داره با گروه طالبان. چند بار، از جمله میشه گفت دست کم 3 بار مقام‌های عالی رتبه گروه طالبان به ایران سفر کردن، از جمله ملا برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه به ایران سفر کرده و دیداری با مقام‌های عالی رتبه ایران داشتن. دولت افغانستان گرچه چندان رضایت خاطر نداشت از این سفرهای مقام‌های طالبان به کشورهای همسایه از جمله ایران و در افغانستان، موضوعی که قابل انتقاد است ایست که به نحو ایران از گروه طالبان حمایت میکنه، اما ایران گفته که روابط این کشور با ایران در سطح روابطی است که میخواد کمک کنه و تسهیل بسازه گفتگوها بین گروه طالبان و همچنین دولت افغانستان. علی، اگر خیلی سریع از آخرین تحولات روند مذاکرات صلح هم بگید. ببینید، میشه گفت که عطی حدود یک ماهی که میگذره مذاکرات صلح بین نمایندگانی که از افغانستان رفتن و گروه طالبان رفتن تقریبا همون جای اولی است. یعنی هنوز جنجال ها بر سر نهایی ساختن دستورالعمل و کارشیوه مذاکرات نهایی نشده. 2 مورد جنجالی همچنان باقی مانده و میشه گفت که فعلا هر دو هیئتی که در قطر در دوحه حضور دارن همون در ابتدای کار هستن و پیشرفت چندانی صورت نگرفته. و در عین حال در افغانستان هم جنگ بیشتر شده، حملات گروه طالبان در هلمند، انفجارها افزایش یافته و نگرانی ها را بیشتر کرده. زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفته که باید دو طرف به توافقات عمل کنند و خشونت ها کاهش پیدا کنه و مذاکرات به مرحله جدیدتری برسه. متشکرم. علی حسینی از کابل. اولین پرواز تجاری امارات متحده عربی در اسرائیل به زمین نشست. این پرواز که 58 مسافر داشت متعلق به خطوط هوایی اتحاد است و از ابوظبی به تل آویو پرواز کرد. ماه پیش این دو کشور با وساطت آمریکا توافق کردند که روابطشان را عادی کنند. در پی عادی‌سازی روابط اسرائیل و بحرین هم خط پرواز تجاری بین این دو کشور برقرار شد. صائب عریقات، سیاستمدار ارشد فلسطینی که به کرونا مبتلا شده، در یک بیمارستان اسرائیلی تحت مراقبت ویژه با دستگاه تنفس مصنوعی قرار گرفت. یک سخنگوی این بیمارستان که در بخش غربی بیت المقدس قرار دارد گفته حال او در شبانه روز گذشته بدتر شده و حالا وخیم است. آقای عریقات که 65 سال سن دارد در برابر کرونا آسیب پذیرتر است، چون 3 سال پیش ریه‌اش را عمل کرده بود. صائب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها و یکی از طراحان پیمان اسلو اسرائیل بود.
در بولیوی گزارش‌ها از برنده شدن لوئیس آرس نامزد سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری حکایت می‌کند. بر اساس اطلاعاتی که از رای دهندگان به دست آمده، آقای آرس بیش از 52% رای آورده. او پیشتر در دولت سوسیالیست اوا مورالس وزیر اقتصاد و دارایی بود. آقای آرس گفته که دولت وحدت ملی تشکیل خواهد داد. اوا مورالس بعد از اعتراض‌ها به اتهام تقلب در انتخابات سال پیش بولیوی را ترک کرد. در پی قتل یک معلم تاریخ در حومه پاریس توسط یک نوجوان اسلامگرا، پلیس فرانسه از ده‌ها مؤسسه اسلامی بازدید می‌کند و ممکن است بعضی از آنها را تعطیل کند. این معلم که کاریکاتوری از پیامبر اسلام را در کلاس درس به دانش آموزان نشان داده بود، 3 روز پیش سر بریده شد. وزیر کشور فرانسه اعلام کرده با کسانی که در شبکه‌های اجتماعی از این عمل حمایت کنند هم برخورد خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه هم گفته که نباید اجازه داد اسلامگرایان افراطی آسوده بخوابند. مهداد فرهمند گزارش می‌دهد. اعتراض و سوگواری. اینهایی که دیروز در شهرهای مختلف فرانسه به خیابانها ریختند، ساموئل پاتی دبیر تاریخ را چون شهیدی می دانند که سر در راه آزادی بیان داد. ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه هم در تظاهرات شرکت کرد. دولت فرانسه موضع خود را با قاطعیت بیشتری از گذشته روشن کرد که نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام ولو به بهای آزردن خاطر اقلیت بزرگ مسلمان این کشور رواست و در چارچوب حق آزادی بیان. این قاطعیت با قاطعیت دیگری نیز همراه شده. برخورد با جمعیت‌های اسلامی که سال‌هاست زیر ذره‌بین دستگاه امنیتی فرانسه اند. جمعیت مقابله با اسلام حراسی CCIF یکی از دو نهادی است که وزیر کشور فرانسه می‌گوید به دنبال منحل کردن آن است. هدف اعلام شده این جمعیت شناسایی کسانی است که در فرانسه قربانی اسلام حراسی می‌شوند و اطلاع رسانی درباره آنها. هر از گاهی نیست تجمع و تظاهراتی برپا می کند. جمعیت مقابله با اسلام حراسی در واکنش به تصمیم وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که قربانی سکوت شده. این جمعیت پس از آنکه ساموئل پاتی در این دبیرستان سرش بریده شد اعلام سکوت کرد. سکوتی که به بی‌اعتنایی تعبیر شد. اما جمعیت مقابله با اسلام حراسی می گوید هدفش از دعوت به سکوت پیروی از سنت سوگواری اسلامی بوده. سوگواری در سکوت. بارک الله بارک الله. برکه سیتی، شهر برکت. جمعیت اسلامی دیگری است که وزیر کشور فرانسه قصد انحلالش را دارد. این جمعیت خیریه از آفریقا تا بنگلادش به فعالیت مشغول است. یکی از حوزه‌های فعالیتش هم مناطقی در سوریه است که در دست مخالفان مسلح سوری است. شماری از فوتبالیستا و حتی رپرهای مسلمان فرانسه به آن کمک مالی می‌کنند، اما بارها در رسانه‌ها نسبت به منابع مالیش تشکیک شده. گردانندگان برکه سیتی سلفی‌های اعلام شده‌اند و متهم به حمایت از اسلام‌گرایان افراطی. بنیانگذارش ادریس سیحمدی یک بار در گفتگوی تلویزیونی حاضر نشد داعش را محکوم کند. ادریس سیحمدی گفته که وزیر کشور فرانسه را به دادگاه می کشد. مهرداد فرهمند، بی بی سی. اما یک خبر خوب برای اونهایی که تحمل آب سرد رو دارن. پژوهشگران دریافتند که شنا کردن در آب سرد میتونه از مغز در برابر بیماری‌های مانند زوال عقل محافظت کنه. پژوهشگران در دانشگاه کمبریج میگن قرار گرفتن در معرض آب سرد منجر به تولید پروتئینی در مغز میشه که میتونه زوال عقل رو به تأخیر بیاندازه یا حتی اون رو بهبود بده. جاستین رولات که خودش از علاقه‌مندان به شنا در آب سرد گزارش تهیه کرده. ایده رفتن به شنا شاید در صبح زود روز سردی مثل امروز خوشایند نباشه، به ویژه وقتی که بدونید دمای آب فقط 7 درجه سانتیگراده. اما بزن بریم. Those are
حتما روحیه بخشه. انگار همه بدنش شوک فریاد میده. اما اگه فقط چند ثانیه اینجا وایسید بهش عادت میکنید و بعد میتونید یکم شنا کنید. این آب سرد شاید دستاوردی بیشتر از هیجان شورانگیز داشته باشد. Scientists have discovered that being very cold can actually protect your brain. 6 سال پیش رادیو بی بی سی یک پروژه را گزارش کرد که نشان می‌داد موش‌هایی که بدنشان سرد بود، پروتئین‌های مرتبط با عدم فعالیت متابولیکی را بیشتر تولید می‌کردند. بر اساس این تحقیق، پروتئین می‌تواند با زوال عقل مقابله کند یا حتی آن را بهبود دهد. قدم بعدی بررسی این بود که آیا انسان هم این پروتئین را تولید می‌کند. ما حالا اینجاییم در استخر روباز همسد هیل. بله، گرمه، گرمه. ما از شمال اومدیم، از پسش برمیاییم. یک شناگر گفتگوی رادیویی را شنید. به ذهنم رسید ما افرادی رو اینجا داریم که مدام سرما می‌خورن. سوال اینه که آیا میشه اینو با شرایط محیطی اینجا مرتبط دونست؟ ده ها داوطلب پذیرفتند که در این پروژه علمی شرکت کنند. ما شما رو با کسایی که تایچی کار میکنن و سرما نخوردن مقایسه میکنیم. مقدار این پروتئین در بدن هیچ کدوم از اونها به اون اندازه بالا نرفت که در بدن خیلی از شماها رفت. اینجاست که نتیجه را با آنها بگوید. این چی به ما میگه؟ به ما میگه که سرما این پروتئین را در بدن انسان تولید میکنه. شما اولین گروه سالمی هستید که نشون میدید شنا در آب سرد این پروتئین محافظ را تولید میکنه. پروفسور ملوچی حالا به دنبال یافتن دارویی است که تولید پروتئین را در انسان تحریک میکند و میخواهد بداند که آیا این ماده واقعا زوال عقل را به تأخیر میاندازد. اگه سرعت زوال عقل را حتی حدود 2 سال عقب بندازه، تأثیر زیادی بر سلامت و اقتصاد خواهد داشت. این پروتئین‌های سرد امیدهای زیادی برای تحقیقات بیشتر ایجاد کردند. اما او هشدار می‌دهد که فعلاً در مراحل اولیه هستیم. متأسفانه هیچ تضمینی وجود ندارد که این تحقیق به درمان موفق زوال عقل بیانجامد. جاستین رولت، بی بی سی نیوز، لندن. در وهله اول آدم ها بتونن خودشون رو قانع کنن که برن تو آب به این سردی. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همتون.